تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هنوز کامل نشده و ترکیب کنونیان نیز با انتقاد محافل کارشناسی تهران روبروست. ولی آنچه بیش از همه مسئله برانگیزه است، آشفتگی و ابهام در مورد چهره ای است که مأموریت اصلی او ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی دولت 13 است. برای گفتگو فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، همراه ماست. آقای خاوند، از قرار معلوم این مأموریت ایجاد هماهنگی در تیم اقتصادی هم به محمد مخبر محول شده و هم به محسن رضایی. پرسش این که کدام یکی از این دو نفر نقش اصلی رو خواهند داشت در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور؟ در شرایط فعلی جواب پرسش شما زیاد روشن نیست. اجازه میخوام یادآوری بکنم که تیم اقتصادی دولت به مفهوم سنتی و محدود اون در برگیرنده مثلثی است، مرکب از سکانداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی. در این مثلث تکلیف دو ضلع مشخص شده. احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی رو در دست داره و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه است. باقی میمونه پست بسیار مهم ریاست کل بانک مرکزی که برای اون از چهره‌های مختلفی اسم برده میشه. ولی اون چیزی که بیش از همه اهمیت داره نیاز به ایجاد هماهنگی است. به عنوان نمونه، در مورد مسئله بسیار حساسی مثل تورم، هر سه ضلع مثلثی که از اونها اسم بردم باید اتفاق نظر داشته باشد. داور نهایی قاعدتاً باید رئیس جمهوری باشه. ولی ابراهیم رئیسی با مفاهیم و سیاست‌های اقتصادی آشنا نیست و در این شرایط حضور یک هماهنگ کننده اجتناب ناپذیره. در این زمینه آقای رئیسی اول در مجلس اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، مسئول هماهنگی تیم اقتصادیه. ولی چند روز بعد با صدور حکمی سه مأموریت رو محول کرد به سردار محسن رضایی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت. می‌بینیم که تکلیف اصلاً روشن نیست و معلوم نیست کدام یک از این دو نفر نقش تعیین کننده خواهد داشت در سیاست گذاری اقتصادی کشور. و حالا سوال این هست، های خاوند، از لحاظ مدیریت سیاست اقتصادی چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود داره میان محمد مخبر و محسن رضایی؟ ببینید، هر دوی اونها خودشون را هوادار اقتصاد مقاومتی میدونند که علی خامنه ای ولی فقیه از اون صحبت کرده، بدون اینکه خطوط اصلی این سیاست واقعا روشن شده باشه. البته سردار محسن رضایی میگه که اقتصاددان هست، ولی کسانی از جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، رساله دکترای او رو زیر پرسش بردند و در هر صورت مقاله یا کتاب اقتصادی از آقای رضایی در دست نیست که مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته باشه. ولی آقایان مخبر و رسایی وجه مشترکی دارند و اون وابستگیشون به نهادهای غیر شفاف اقتصادی هست که در واقع حلقه خاکستری اقتصاد ایران رو تشکیل میدن. محسن رضایی عضو با نفوذ سپاه پاسداران هست که میدونیم چه وزنه‌ای داره در اقتصاد کشور، و محمد مخبر هم سالها ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رو بر عهده داشته، امپراتوری مالی نیرومندی که با ابعاد اون آشنا هستیم. خلاصه کنیم، این دو نفر چهره های شاخص بخش خاکستری اقتصاد ایران هستند که قرار است سکاندار اصلی سیاست اقتصادی هم بشن و یا رقیب هم بشوند برای این سکانداری، آینده نشون خواهد. بسیار سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید. منم از شما تشکر می‌کنم.